شما را خوش آمدید مگام به برنامه زنان موفق از تلویزیون بامیان با منیسفیده ای. ما در این برنامه زنانی که در عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فعال هستند و دستاوردها و کارکردهایشان را به شما به تصویر میکشانیم. امروز هم یکی از خانم فعال، کارآفرین و موفق در کنار خود داریم، خانم زهرا کاظمی. صبح زیبای شما بخیر، امیدوارم جور صحتمند باشین. سلامت باشین، جور باشین. خوش آمدین که از دفتر کاری می و از کارمندای می از ما یک احوال گرفتین. خوش شده. تشکر، سلامت باشین. ما هم خیلی خوشحالیم یکی شما در کنار خود داریم. سلامت باشین. به نام خدا زهرا کاظمی هستم، رئیس شرکت زنان تجارت پیشه ممتاز بامیان که در ولایت بامیان به مدتش 17 سال میشه که من فعالیت کار دارم و خوشبختانه امسال مدت 4 سال میشه که من در وزارت تجارت جواز رسمی گرفتم و فعالیت خود رسما شروع کردیم. در بخش دستدوزیم که علایده است، خامک دوزی و بیک دوزی و بودوزیم و مدت 3 سال است که من در بخش تیکه برک بافی شروع کردیم. طبعی ببین که در خانه با که ها زندگی میکنین. سوار شخصی است دیگه. باید زندگی در خانه، زمانی که من 17 سال پیش آمده بودم یک دخترم بود، یک 2 ساله که در بامیان آوردم یک دخترم بود 7 ماه دیگه. حال خوشبختانه دختری 17 ساله من این پارسال از مکتب فارغ شده، دختری 8 ماه من از مکتب فارغ شده که پارسال مکتب خلاص کرد و در خانه شوهرم زندگی قمرای شوهرم و 6 دانه دختر دارم که 4 دانه دخترم فصل بامیان است که در بامیان در دنیا آورده. دیگه 6 دخترم است، شوهرم است، خودم هستم و مدت قدیر تنا بودم. این مدت 1 سال میشه که خسورم، خسور مادرم نمیم از کویت پاکستان آمده. همیشه مصروف است و خودش یک خانم فعال است و در بیرون از خانه کار میکنه، در خانه چی کارهایی را میکنه وقتی که در خانه است؟ در خانه اگه زمانی که اولادا ریزه بود کل کار خانه را سهم میگرفتم، مثل دیگ بود، کاسه بود، کالاشویی بود، هر کار سهم. آره خوشبختانه دخترها شکر کلان شده، مصروف خانه رو اونا مدیریتش میگیرن. صرف مکشاو میرم عمو سعی میکنم اولادای ما که چقدر درس خوندن، مکتب کتاب چه در کدام درس هستین، سوالای از مکتبشان زیادتر پرسان میکنم و یک خبرها رو سعی میکنم. دیگه کار نمیکنم یک 20 دقیقه دیگه عمو خانه میبینم که صبح چی کار است، دخترها صبح چی کار کنه، عمو پس خانه خانه را که دخترم چی کار را دیگه دارن، صبح شما چی کار میکنین، امی سرپر مدیریت خانه را یک دفعه میبینم دیگه چک میکنم و کار دیگه نمیکنم. وقتی شما کارتون شروع کردین شوهرتون چی نظر داشتن؟ ما زمانی که اگر آل اصلی قبا شروع کنم که ما کار شروع کردیم، پیش از شوهر کردن ما در تجارت دست شروع کرده بودم دوران طالبان در غرب کابل در بخش پشمریشی و قالین بافی بیکاری بود. از لاهور پاکستان، لاهور غزنی پشم می آوردم، در غرب کابل می رسیدم، در لاهور پاکستان سودا می کردم توسط چادری که همه مردم بیکار بودن در غرب کابل، جنگ بود و حالی که پس پرسان سوال از وقت کردی و مردم هم نان نداشت
که میخوردن برنج شوله‌ای بود، استخوان هم میامد جوش میداد، ما بین اوش برنج هم انداخت، هم مردم هم قدر پرده خود میکرد. هیچ کاری نبود در غرب کابل، جنگ تنظیمی هم بود، جنگ طالبان بود، بسیار در حالت بد، کسی طرف های ایران و پاکستان پول داشت رفته و کسی که پول نداشت مانده بود. و ما کار همی پشم ریشی را توسط خانوما شروع کردم که همی مردم سر پای خود استاد شدن، خودم توسط چادری اگر کشته شدم اگر ماندم. بسیار اعمال نشانه هایی که از چره های او زمان در گوشم است، در پشتم است، چره آین در جانم بسیار است. بسیار چره خوردم، ایش کدام ترسی نکردم از مرگ، گفتم یا مرگ یا برای مردم کار. ما در پاکستان در فروش می رساندم و او زمان من شوهرش نکده بودم، بعد از او در می کار بودم، مشغول کار بودم که همراه خانم ماری میک میکن کار میکردم که با شوهر خود آشنا شدم و دوران جنگ بود، شوهرم هم نبود، من همراه شوهر خود عروسی کردم در دوران طالبا دیگه. شوهرم کویته پاکستان رفت، از ترس طالبا بندی کرده بود از غرب کابل، باز ما همونجا عروسی کرده رفتم. پس یک دو سال که در پاکستان ماندیم، باز آقای کرزی که پاچا شد، پس که آمدیم در کابل، باز من همی کار خود شروع کرده بودم. و زمانی که من همراه شوهرم مارسی کرده بودم، شوهرم نبود، همراه ایورم گفته بود کاکایم که دختری میخواه که همی بیزنس و تجارت هم از این سط شروع کرده تا که زنده است پیش ببره. و حال مریم طرفی کارخانهش، که کارخانهش در کجا هسته و چی چیزهایی را تولید میکنه و در رابطه با تولیداتش. مثلا بغل دیوال لوگوی بغل دیوال جور میکنیم که این نمد است، از این نمد قیچکاری میکنیم، بوت است، گل میزنیم در رویش، هنمال نو نمد قیچکاریش در گل زده شده تا بال دخته نشده، بعد از اینکه دختش تیره برای زنا میتیم که گل بدوزه و باز بسته بندی کنه. این از نمد است که بوت جور میکنیم. و دیگه اینی هم بغل دیوالی است که نقشه بامیان هم آدم اینه برگ و نمد میکشیم و در رویش گل دختیم، گل دختیم که اینجا هم نشته کردیم، اینیش هم نشته کردیم، اینا شما ببینین که هم رسامی کردیم، قیچکاری کردیم، باز این نشته کردیم سال. خانم کاظمی شما این خیلی خوب اسپیل میکنین. شما چقدر درس خوندین؟ ما تا سنف 12 خوندیم در کابل، در غرب کابل، از لیسه آصف مایل فارغ شدیم. خوب بیننده های عزیز، حال مریم در کارخانه برای کارخانه کارخانه برگ بافی هستیم و ایکی برگ چی چه قسم ساختم، چه قسم بافتم شد و از چی موادهایی ساختم شد، در رابطه با ای خانم کاظمی بر ما معلومات میده و همچنان ایکی مواد اولیه را از کجا تهیه میکنم. این کارخانه برگ بافی ماست که شما در چشم سر میبینین که ما هفت پایه دستگاه داریم در اینجا که ما همین برگ بافی رو گفتم 3 سال پیش شروع کردیم. برای این دستگاه را از امریکا برای ما روان کرده آقای فیل سلیب و آقای جان بینگ برای ما روان کرد که 1 سال یاد نداشتیم و ما زیاد معلومات از بامیان روان کردیم که برگ در ورس پنجه بافته میشه بسیار دبل و تابستان بافته میشه، زمستان کار نمیشه. باز اینا اسکایپی کار کردن، ما ایره یاد گرفتیم، خانم ماری میک میکن هم همراه ما کمک کرد، بازی رو که یاد گرفتیم 1-3 نفر 4 نفر بازی دستگاه رو خود ما جور کردیم. دستگاه وطنی که در بامیان جور شد و بعد هم که دیدیم که ما بسیار در کار ما خوب است، همی زمستان هم میبافیم، بهار هم میبافیم، در فصل ما برگ بافته میتونیم، بسیار نازک و عالی هست، شما ببینید مثل تیکه نازک است. من اینجا 20 خانم هست که در این بخش در دستگاه 2 خانم هستن که نوبت یکش میشینه باز دیگهش کار میکنه، باز یکش که کار میکنه دیگهش میایم
میشینه اما در نوبتی کار میکنن، یک شتار دم خود راست میکنه دیگه، اینی جا کسی هست که پشم تیت میکنه، کسی هست که سنگ میرشه، مواد خامشه من از اولسوالی ورس و پنجاو میارم که اونجا برش کستا نسلش گد نخورده، که مثلا گوسپندی ترکی گد نشده، اصل گوسپندای قدیم خودشان است که موی از او بسیار نرم است، گوسپندای وطنی و گوسپند نمی بری از اینکه موی از ایره کل میکنن، باز با گا بود به نام قرقل یاد میکرد در کابل، باز اینجا ایره برک میبافتد بسیار همی گل موی سرخشه. حال ما نمور از قریا جمع میکنیم، زمانی بود که خانوما توشک پر میکرد منداخت یکان جراب جاکت میکرد، این حال ما بسیار در نرخ قیمتی پشم میخریم، به آید بر از او خانوما پیدا شده که از این طریق از پشم گوسپند خدا جمع میکنن، برای خود جمع میکنن، جمع آوری کرد برای ما میفروشن، ما بسیار به نرخ قیمت در کیلوی 300 400 به نرخ روز ازشان میخریم، در دستگاه ما تکه میبافیم، این هم رسیدهش هم مثل تارش هم مثل تار است، این از مواد طبیعی خودی بامیان پشم میشم، موادش هم تکش هم باز وقتی که ما برگ ما اینجا جور شد بازی در ماشین کالاشویی میندازیم، باز در دک ایرا پای میزنیم میمالیم، شما اگر میتونستین تران زمان دیگه میبینیم که بعد از مالیدن اینی تیکه آماده همه شد که تیکش هم آماده داریم، این هست که ما خودی ما تولید کردیم، اینم اینجا این موادش هم همینجا آماده کردیم، اینی مالیدشت هم آماده است که از این کرتی و چقدر نازک است ببینیم، بسیار نرم پلدار. کسایی که واقعیت میبینند که مواد طبیعی است از خود بامیان است، برک زنای دست کار بامیان است، کاری است که از 100 سال 200 سال پیش است، اما ما یک ذره تغییرات در بافت از یاردیم که وقت در روی زمین اگر 4 متر در یک هفته میبافت، حال 4 متر در دو روز هم میبافت، بار زمستان تولید میدانن کار میتونن، مشتری های ما زیادتر علاقه مند که زیاد داریم خارج از بامیان است، از هر ولایت است، خارج از افغانستان است. و ای که موادش از کجا تهیه میشه خانم کاظمی بر ما معلومات دادن و حالی از خانم کاظمی مپرسیم وقتی که اینا میان در دفتر بر علاوه ای که خودشان میه یک نظارتی داره دیگه چی کارهایی را خودش انجام میتن؟ خودم اینجا که میایم اصلا خودم هم کسیم از بخش دیزاین فارغشتم، دیزاینر هستم، در بخش طرح و طراحیشان خودم کوشش میکنم سهم میگیرم، در بخش قیچکاری گلدوزی قلم زدن خودم زیادتر سهم میگیرم و اینا رو هم سهم میتم که اینا همو کسی باشن که چیزی که خودم یاد دارم یام یاد داشته باشه، هیچ وقت کار در پیش از یا نمیندازم که شما سر به خود یاد بگیرین و هیچ کاری هم نیست که من تاشه از یا قیچکاری کنم، اینا رو در گرد خود میشونم، همیشه در بخش طرح و دیزاین و قلم زدن و یاش خودم. یازده دفعه هندستان رفتیم در نمایشگاه خارجی، که در دلی رفتیم، در لاجپتچی رفتیم، چترپور لاجپت نگر، در نیچر بازار رفتیم زیادتر در دلی و یک نمایشگاه دیگر در ایوب پارک در کلکته رفتیم که وام مربوط دلی است و دورش است دیگه. 11 دوره ما در هندستان نمایشگاه رفتیم و یک ترینینگ یک ماهه که بزنس خواندیم از طرف حبیب سهرابی، در او زمان در ترکیه استانبول رفتیم یک ماه درس خواندیم و دیگه نمایشگاهی که رفتیم پاکستان بسیار زیاد رفتیم، در کراچی و لاهور پیندی و پارسال دو نمایشگاه بود، یک فشن شو در اسلام آباد بود، یک نمایشگاه در لاهور پیندی داشتیم و نمایشگاهی که پارسال رفته بودیم قزاقستان است که قراردادم هم روی از اونا گرفتم، دیگه نمایشگاهی که در اونجا رفتیم
نمایشگاه امی نمایشگاه ما زیادتر تاجیکستان رفتیم، که این درواز خاروق رفتیم، دو نمایشگاه در تاجیکستان رفتیم و زیادتر سفری که ما در نمایشگاه داشته باشیم یک 20 سفر بوده. خیلی خوب. خوب خانم کاظمی، این شاگردایی را که گفتیم 20 نفر از سر صبح تا 4 بعد از ظهر، اینا رو چقدر مزد میدیم؟ اینا رو مزد ما شاگردایی که می اول میآید، در اول نوکار است، اگر یاد گرفته اگر نگرفته، اینا نظر ما در این نیست که شما بو بافین دیگه خانم ما رو بازو که برگ ما فروخته شما، اینا رو ما روز مرق پول برشان ما وار میدیم که در روز 140 روپا میدیم. بدانین که برگ بافی یکی از فرهنگ های بامیان هست و زنان بامیان که همیشه در طول تاریخ مصروفی کار صنایع دستی بوده و همیشه کارشان امی بافیدن و دوختن بوده. فعلا هم ما برگ دوزی را به شکل جدیدتر یا مدرنتر از این میبینیم که بیشتر این برگ دوزی معروف بود به یکی از ولسوالی های بامیان، که فعلا خوشبختانه در خود مرکز بامیان یک خانم خیلی فعالی این کار را شروع کرده به شکل مدرنتر از این. چی باعث شد که اینا امی برگ دوزی را انتخاب کردن، چرا کار دیگر انتخاب نکردن؟ و همچنان وقتی یک کسی یک فرهنگی را زنده میکنه، حتما یک کسایی حمایت میکنه. شما را چی دید؟ ما امی هدفم که اولم بودم از این فرهنگ خود اصلا فرهنگ افغانستان، بس فرهنگ بامیان، فرهنگ هزاره ها را گفتیم ما باید زنده کنیم. چرا از پاکستانی، چینایی، امریکایی، از هر کشور مالای ماشینی و مالایی که در جهان ضرر داره بخریم؟ و ما خواستم که همین فرهنگ ملموس یا غیر ملموس که هست، ما یک غیر ملموس که یک دیزاین قدش تغییر میتیم، این در بامیان زنده کنیم که فرهنگ از پدر از صدها سال پیش، قرنها پیش در بامیان بوده و ما این زنده پس کنیم به شکل مدرن. و حال بگین که دولت در قسمتی کارای شما را هیچ حمایت کرده نکرده؟ واقعیت در بامیان هستم دیگه، دولت چی بگم، هیچ حمایت دولت را ندیدم. امی که بیاین این امالی من مدت 4 سال است، هیچ ارگان، هیچ مؤسسه، هیچ کسی نامد از کارم دیدن نکرده که خانم کاظمی چی کار میکنه. واقعیت که یک زن است، به حیث یک زن بودن که کارش در جهان یعنی کار صنایع دستی یا برگ بافی یک چیزی است که بامیان زنده میسازه، اما هیچ چیزی به من نتن یک امی که از دروازه دفترم یا شرکتم در آید که تشویق کنن ببینن مدمو ایمایمش امید در دیگه ایمایش هم ضرورت ندارم. رئیس امور زنان اونا در قسمت یکی شما رو تشویق کنه هیچ؟ نه خیر، ما چندین بار خواست درخواست کردیم پیش اوابل رضایی خودش که بیاین گفتم کارای ما رو ببینین، یک دفعه سعی کنین همه مقام ها رو نشان بدین، ارگان ها رو خو کرده دیگه، خو رفته سن رای خود بالش شده تای سرش. آها، چی گفتنی دارین به ما آدمایی که برای اصلا... گفتنی ما برای ازی دارم، ما خانم نه سر اینجا صد خانم دیگه، 20 خانم دیگه، این خانم ها از کارش مغاره نشین است، بیوه است، یتیم است، صغیر داره، بیکار است، شویش جوالی است، این خانم هایی است که اینا که وقتی شما تا که میرین نامدارا را تشویق میکنین،
تا که میرین پولدارا را تشویق کنیم، بیاین از غریب خبر بگیرین، تشویق کنیم که یام بگه که ما دولت داریم، ارگان داریم، امور زنا داریم، مردم داریم، هیچ کسی تا بال از ما کدام پرسان نکده. خانم سفری به مدت یک ماه شش ماه برگ شروع کرد در روی زمین که شاگردای خودم از اینجا برده گپ داد که برتان پول میتن، گفتم خیره بو برای کار کنه. و چقدر در یوتیوب مانده شد در تلویزیون ها که خانم سفری کار به خاطر او زبان داره، پول داره، نام داره از اون طریق. اما غریبای ما که اینجا کار میکنه ای جرگانی تا بال نامده دیدن نکنه. خب ما آمدیم انشالله. تشکر شما اینه اولین کسی هستیم که شما آمدین و دیدین و مردم باید از این بار از طریق شما از طریق یوتیوبتان بیای برک ما را خریداری کنه. خب عزیزای بیننده ما هم ماریم طرف دکان خانم کاظمی و خانم کاظمی هم با ما است، بریم ببینیم در دکانش این محصولاتی را که تولید میکنه یا چیزایی که تولید میکنه اونجا به فروش میرسانه. با ما باشید ادامه برنامه. فیلن در دکان خانم کاظمی هستیم و در رابطه با برک دوزی بر ما معلومات دادن، صنایع دستی و بعضی چیزهای دیگه که اینا توسط خانم ها او را تولید میکنه و به بازار عرضه میکنه. قسمی که شما هم لباس هایی که در جان مسته، کوله و آسکت و همچنان بایکی که هسته اینا ساخته خودی شرکت اینا هسته و از برک ساخته شده و توسط دست خانم ها. و شما میبینین که ما خوش هستم، خوشبختانه که شما آمدین از این برنامه ما دیدن کردین. از ما کار ما یک تا و دو تا و پنج تا نیستن، میتونن شرکت ها، تجارا، کسایی که میخواین واقعا ساخت بامیان در دست بیارن کار کنن یا اونا هم قدیما یک شریک بزنس شون، میتونن که از این مرکز خریداری کنن. بیاین از ما کار یک دانه نیست، میتونن از یک دانه تا هزار دانه را اگه قرارداد بکنن ما آماده داریم. از هر چیز کارمند داریم، مثلا بگه برای ما در یک ما صد دانه بایک جور کنم برای شما آماده میکنم، یا واسکت یا کرتی یا کلا یا زیر گلاسی، هر چیزی که بخواین میتونن از این مرکز از پیش ما خریداری کنن و بگیرن، میتونن در دستشان قرار بگیرن. خیلی عالی. خب عزیزای بیننده، حال در رابطه با کار و در رابطه با ای که خانم پارسای عزیز چی کاری را ایجاد کرده و چقدر خانم ها را مصروف کار و فعالیت هسته و بر اونا کمک کردن از زبانشان شنیدین و همچنان در رابطه با تولیداتی برک، قسمی که شما هند جان ما میبینین اینا تولیداتی وطنی یا تولیداتی هسته که در شرکتی زنان ممتاز بامیان ساخته موشه و در خود افغانستان و در خود بامیان و همچنان در خارج از مرزهای بامیان و فروش میرسه. خانم کاظمی تشکر از اینکه وقت خود به ما دادین و خیلی هم خوشحال هستیم که همچو خانم موفق را در کنار خود داریم. تشکر از شما که آمدین، اول از ما گرفتین و از برنامه ما، از کارکردهای ما، از شما خوش هستیم. تشکر. موفق باشین. وقتتان خوش. آرزومندم که از برنامه ما لذت برده باشین و گپ و گفتنی های ما تا همین جیره بود و تشکر از اینکه برنامه ما را تعقیب کردین. تا برنامه دیگر که با یکی از خانم موفق و کارآفرین و خانم فعال در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خدای یکتا و به همتا میسپاریم و همچنان یادتان نره که برنامه ما را لایک و سابسکرایب نمایید و برای بهبود برنامه ما کامنت بگذارید و کامنت های شما حتما در نظر گرفته میشه.